محمد اسماعیل خان عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی کشور میگوید که تصمیم اصلی در روند صلح افغانستان به دست خارجی ها است. این عضو شورای عالی مصالحه ملی میگوید که در روند صلح کشورهای مختلف مداخله دارند و با این مداخله ها احتمال اینکه به این زودی ها کشور به صلح برسد بعید است. محمد اسماعیل خان همچنان از مردم میخواهد تا حمایت از نظام آماده باشند و تاکید می نماید صلحی که نتواند عزت و آبروی شهروندان را تضمین کند و نمی تواند خاموشی اختیار کند. احمد فهیم فرجام در گزارشی به این موضوع پرداخته است. محمد اسماعیل خان عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی کشور که از چند روز به این سو روند مشورت خواهی با اقشار مختلف مردم را در هرات آغاز کرده است. اینجا در میان اهل معارف از مداخله کشورهای منطقه و جهان در امورات صلح کشور ابراز نگرانی می کند و می گوید که تصمیم گیرندگان اصلی در روند صلح افغانستان خارجی ها اند و با این وضعیت رسیدن به صلح به این زودی ها بعید است. طبیعتا رسیدن به این یک صلحی که همسایه ها و منطقه و حضور کشورهای دور در افغانستان اینا هر کدام به نوع خود با منافع خود به نوعی یا به صلاح در به خاطر اینکه متضرر از ناامنی نشند یا متضرر از جنگ نشند یا منافع بگیرند در صلح هر کدام به نوعی با اندیشه و فکری متاسفانه در افغانستان به نوعی مداخله در این پروسی که پیش رو داریم که همه منتظر از او هستیم بنابی مداخله دارم. طبیعتا رسیدن به یک اهداف بزرگی با مداخله دنیا تمام ابرقدرت ها کار بسیار بسیار دشواری است. این رهبر پیشین جهادی کشور روند صلح افغانستان را پیچیده و دشوار می داند و احتمال می دهد که آغاز مذاکرات پس از توافق روی آجندا ممکن سال را طول بکشد. محمد اسماعیل خان جنگ کنونی کشور را جنگ تعمیلی و افغان ها را در آن چوب سخت میگوید و تاکید دارد که در این برهه زمانی مردم بیشتر از هر زمانی همدیگر پذیری داشته باشند. قدم اول که آسان ترین کار ساختن یک اجندا بود، این بیش از 3 ماه دوام کرد. طبیعتا وقتی که اجندا 3 ماه دوام بکنه با موضوعات مهم تغییر وضعیت و رسیدن به صلح و گذاشتن به صلح اسلحه به زمین و پذیرفتن هم دیگر و آوردن فرهنگ همپذیری و دوستی کار بسیار بسیار دشوار است. از اینجاست که اجندای پیشرو شاید بیش از سال دوام کنه نه ماها. آقای اسماعیل خان از نگرانی ها و پیامد های پس از رسیدن به یک آتش بس با طالبان سخن میزند و هشدار میدهد در برابر صلحی که عزت و آبروی مردم را تضمین نکند خاموشی اختیار نخواهد کرد. این رهبر پیشین جهادی کشور همچنان بر حمایت مردم از نظام پلیس و اردوی ملی تاکید دارد و میافزاید نباید تجربه های تلخ گذشته تکرار شود. ما مردم به این نیم که ببینیم پیش چشم ما خواهر و برادر ما بی عزت میشه این هرگز قبول نمی کنیم. هرگز این تو حیات رو به کار نداره. می خواهیم که از همالی به فکر ازی باشیم که این صلح باید آبرومند بیاید، این صلح با عزت بیاید، این صلح باید با ثبات بیاید، این صلح به آبرو و عزت مردم آبرو ریزی نکنه. تمام جوانی بیر فکر میکنیم و در این میریم مردم خور آگاهی میدیم و پالو همدیگر هستیم تا باشین همه با همدیگر متحدان عمل کنیم تا آبرومندانه در این سرزمین خود زندگی کنیم، از آبرو و عزت خود دفاع کنیم، نگذاریم این نظام متلاشی بشه. نگرانی ها در حالی از روند صلح کشور از سوی این عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی کشور ابراز می شود که هیئت های مذاکره کننده صلح دولت و گروه طالبان پس از 3 ماه چانه زنی در دوحه روی آجنده مذاکرات به توافق رسیدند و قرار است مذاکرات میان دو طرف در 20 ماه روان آغاز شود.